بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب خدمت شما تمام دوستان عزیز. عید شما مبارک. خدا کنه که روز اول عید را به خوبی و خوشی سپری کرده باشید و عید با عید خوبی داشته باشید. ما هم در برنامه هستیم، در خدمت شما هستیم و خیلی هم خوشحال هستم که در خدمت شما قرار دارم. مهمان خیلی عزیز داریم، جناب موین صاحب محمد آصف ننگ با ما هستن در برنامه و عیدشان مبارک میگم و خیلی شما را خوش آمدید میگم به برنامه کاکتوس. جناب ننگ صاحب سلامت باشین، عیدتان مبارک باشه. سلامت باشین، کمری ما در خدمت شما است تا عید مبارکی کنین با دوستان. سلام تقدیم میکنم خدمت دوستا، عزیزا و اندیوالای خود و تمامی دوستایی که ما میشناسمشان. برشان عید مبارک باشه، به ملت افغانستان روز خوش داشته باشین. هرچند افغانستان در نصیبش روزای خوشی و ساعات خوشی کم است، اما لحظات ما هستیم که او را قیمت میتیم، یا باید خوش به اصطلاح برش خوشی بتیم یا برش غم بتیم. اما چهره های غمگین ما کلگی را غمگین میسازه و چهره های بشاش ما همگی را شاد میسازه. عیدتان مبارک باشه، ساعت خوش داشته باشین. روزای بسیار مبارک است از لحاظ دینی و از لحاظ کلتور افغانی هم. بسیار تشکر ننگ صاحب. چطور هستین؟ حال احوالتان چطور است و عید چطور بود روز اولش؟ الحمدلله خوب است. عید خو عید قربان دیگه اول خو خوشی است که کتش یک آذوقه، یک نان، یک چیزی می باشه. واقعا انسان خدا تو خلق کرده مثل سایر موجودات هستی را که سه چار نیاز داره که او باید برآورده شود. یکی نیاز ذهنی است که او را شما باید پر کنین، او با خوشی پر کنین، با فکر خوب، با مجالس خوب، ساعت خوب و دیدنی های خوب، البته حتی المقدور. و این حق باید کس از کس نگیره که چشمای آدم خوشی نعمت های خداوند نتانه دیده. و هم نیازمندی های مادی است برای انسان. شما مثلا به خانه ضرورت دارین، به نان ضرورت دارین، به لباس ضرورت دارین. در روز عیدی سه چهار تا خو کم از کم محقق میشه، مهیا میشه. از خاطرم یک سحنه خوشی است. همین که ما در رمضان میگیریم و باز در رمضان افطاری میکنیم، اما افطاریش اگر هر چقدر که به افطار ما نزدیک میشیم خوش میشیم، به خاطر که انسان هم مثل سایر مخلوقات شکم داره، ضرورت داره. به او که گشنه شه و خفه میشه که سیر باشه باز خوش می باشه. ما آرزو میکنم که در افغانستان چون شکم های بسیار زیاد گشنه است، دعا میتانیم، یعنی دیگه خو نقش نتانیم که خداوند کس را محتاج نسازه، کس را گشنه نسازه و خداوند رزاق است برای کل گروزی فراوان برسانه. واقعا انشالله. قربانی کردید ننگ؟ بله ها، قربانی خو بی قربانی پس ما بی خبر ماندیم و یکی سه گوشت تا نبیاریم که حق ما مانده. بسیار خوب، تشکر ننگ صاحب، زنده و سلامت باشین. عید است و خوشی و خوشحالی. ما میریم روی بعض سوالات، باز برمیگردیم به طرف سوالات ترفیعی برنامه. جناب ننگ صاحب، مصروف چی کار هستید و های کدام وظیفه یا کار مشخص در امارات اسلامی دارید یا خیر؟ زمره کاری دارم، یک مشغوله هست، مشغوله، اما معاش و مدد و چیزا از لحاظ رسمی و قدر ندارم. نه، رضاکار هستم، با کار شخصی مصروف هستم. مرکز تحقیقات دارم، با بعضی از نهادهای علمی کار تحقیق و این چیزا را میکنم با اجوره دیگه. نمی به اصطلاح فعلا مشغوله مامی است. درست. روی تحقیقاتتان فعلا کاری را که پیش میبرین، روی او سوال داریم و میایم به طرفش. از دکان نجاریتان چی خبر؟ هست یا بستش کردین؟ نه هست، ولی او بتوان است. بتوان است؟ بله هست. سیدی سیبوره دو سال زیاد شد اوجا سرمایه گذاری کردم. من ماشین زیاد خریدم و بسیار فرنیچر خوب لکس هم متحیه میتونم، یعنی بسیار چیزای خو آرزو داشتم بسیار چیزای انتیک از همین چوب افغانستان و چوبکاری را او را ترویج بدم. یک دفعه کم بود یک فابریکه بسیار کلان بخرم و ماشین های خودم میفروخت، ولی بسیار قیمتش بالا بود، تا 6 لک 7 لک دلار میشد و ما وقت توان نداشتم. این سرمایه گذاری کم است، ولی یک تجربه است. ماشاءالله سرمایه گذاری کم قدر است. یک جای شما این را دکان گفتیدین، مگه ماشین هایی را که شما نام گرفتین نام خدا کمپنیز دیگه؟ او را خوک باز با کمپنی میرفتم، او را نکدم.
عالم یک ماشینری که خدمات کابین، دفتر، آشپزخانه، تقریبا یعنی کتابخانه ایتو چیزای زیاد ما تهیه میتنیم. درست. از هم به اصطلاح چیزایی که کم بها هستک به نرخ بازار و غریبی روزمرگی افغانستان و هم چیزای نسبتا مفشن مثل میز شما و اینا چیزا هم جور میتنه. بسیار خوب. ست برنامه چطور؟ ست برنامه ست برنامه را یعنی چیزا را ما میتنیم اکثرش. والا ست ما سابقه چی هم شده؟ کنه هم شده. اگر والا میره ما موجه یک چهار نفر غریب است که ما کار میکنن. خب کم از کم یک غریبی است یک کار است. و ایره که نباشه دیگه کار میکنم دیگه اعلان نمیتیم. خب خدا رو شکر که حداقل یک کارای دیگه هم یک کاری دیگه خوشم می اگر شروع کردم خب کار ملی است. یک چوب و چوبکاری صنعت افغانستان است. بالکل. دیگه قالین و گلم و از این قبیل چیزا می خوشم می به حد زیاد خوشم می ممکن دی طرف هم یک طرف برم و کار اکادمیک و علمی و تحقیقاتی کار همو چی ماست که ظرفیت ماست که او از دست نره کار است که برای فکر جوان ها برای افغانستان و برای بهبود زندگی افغانستان یک کم از کم یک بیشتر شمع خورد است که یک جای ما داریم در دست ما کم از کم ما در جنگ با تاریکی هستیم اما یک شمع اگر که خورده که ما در دست گرفتیم کم از کم دمی تو یک حالت خوش هستیم که میگیم برو یک روشنی است که میگردانیم این برای آینده افغانستان است این برای سعادتمندی مردم ماست. خب بسیار تشکر ننگ صاحب از تحصیلات خود بگوین واقعا در کدام رشته و دایره شما تحصیل کردید؟ مکتب ابتدایی را ما در ویصل آباد خواندیم در عمر خان باز تکمیل در لیسه بی بیا کردم بعد از او باز هجرت کردیم در وقت هجرت باز دیگه اینستیتوت هم خواندم دارالعلوم شرعی را هم خواندم دارالحفاظ هم خواندم در 14-15 سالگی حافظ قرآن هستم در دوره تکمیل کردم دیگه درسای دینی را مکمل کردم در دارالعلوم الفریدیه در اسلام آباد دیگه باز اکادمی علوم خواندم از عربارا معهد شرعی را که یک دارالمعلمین عالی بوده او را خواندم باز بعد از او سعودی رفتم در عربستان در عربستان هم انستیتوت زبان و ادبیات عربی را خواندم اول نمره ماشاءالله ممتاز فارغ شدیم در 48 کشور یعنی فر اول نمره های زیاد داشتیم ما هم یکی از او ممتازا بودیم بعدش اقتصاد خواندم تخصص و اکمال تخصص هم در پلان گذاری کردیم ماشاءالله بسیار خوب است چند سال هستید جناب اینجا هستم یک مقدار اگر کم و بیش باشم تو نام خدا اصلا معلوم نمیشه واقعا گفتیم و دوستا به تخته بزنیم که حالا چشمی نشین در حدود پرودوسر برنامه میگه که در حدود 35 سال مقدار ما نه ولاله پیر شدیم دیگه ظهیر شده نه واقعا نه از لحاظ جلد و اسکن و ظاهرتان خب واقعا جوان از دیدی که از داخل کدام چیز شما دیده باشین اون جیگه باز مربوط شما میشه نواسه دارم نمی نواسه هم داره بله نام به خدا کلان شده پس اون نشانه پیریز تشکر ننگ صاحب سلامت باشین ننگ صاحب شما در جمهوریت شدیداً انتقاد میکردید به امارات اسلامی و منتقد بودین چی شد که برین از کشور و دوباره برگشتید رابطه شما با امارات اسلامی چطور است رابطه خب با امارت اسلامی اگر بگویم هیچ رابطه وجود نداره خب رابطه با مردم افغانستان وجود داره با کشور وجود داره با ارزش های ما پیوند داریم و اونمو پیوند است که یا حس تعلق که آدم نمیتونه از این حس شمایی را ببرین بسیار مشکل است وطندارای ما که بیرون از افغانستان رفته بخصوص دوستای جمهوریت اکثریتش که ما میشناسم اکثریتش بیرون از وطن خوش نیستن یعنی مردم تا وطن خود خوش است با امی ارزش ها با امی وطن با امی به اصطلاح وطن خاکی با امی گرد و غبار و با امی زندگی و بساطت و انمی رفت و آمدای که ما داریم با انمی ما ممتو هستیم از انمی جمله یک زمان ما فکر میکنم زیاد شاید عالم تغییر نامده ما مردم دولت هستیم یک زمان شما دو سه ظرفیت دارین که کدامش شما میتونه نامده مثلا شما ظرفیت سیاسی دارین باز شما در پولیتیکل کلاود در مو ابرهای سیاسی زندگی میکنین درست یک دفعه شما ظرفیتتان تکنیکل پنل است
شما در یک ظرفیت تکنیکی و مسلکی اینم قدر من نیرو دارم که مثلا دولت و دولتداری کنم. به می ظرفیت دیروز هم بانی ازی بودم، طرفدار ازی بودم که باید دولت داشته باشه. ملت بدون دولت، ما در دنیا اگر کدام روز ملت بی دولت شد تباهی است. بلکن. یعنی دیروز هم اجندا در دولت کار کردن، سیطره، غلبه، اقتدار مشروع. امروز هم من به موقعیده هستم که ملت باید اقتدار مشروع داشته باشه، دولت داشته باشه و مزاحمت هایی که دولت اذیت میکنه، تضعیف میکنه، او باید نباشه. دیروز هم به این عقیده، امروز هم درست. زیاد تفاوت از نفر. برگشت خود راضی هسته؟ من بسیار خوش هستم. من در 4-5 انتخاب یک انتخاب کردم، ولی نمیفهم که هر کس به اصطلاح فرق میکنه. یعنی من ایدیال من ایدیال شما نیست، ایدیال کسایی که بیرون است برای از او فرق داره و هر کس ما باید حق بدیم که یک ایدیال داشته باشه، یک انتخاب داشته باشه. من یا باید می بودم در خارج، یک سال ماندم، خب خفه بودیم. در این ماندن شما میرین میمانین، منزوی میشین، صلاحیت ها و قدرت ها و توانمندی هایتان از بین میره. به تدریج شما به اصطلاح ذوب میشین در یک کشور یا در یک جای، یک در یک خاکی که هیچ معنا ندارین، یعنی کس به معنا نمیتونین. یعنی من میخوام برای زندگی ما، برای حیات ما یک معنا را برش کمایی کنم. یک انتخاب دیگه انتخابی بود که ما در طرفای مقاومت میرفتیم، یک جای به اصطلاح می بودیم که علیه طالبان می بودیم. ما به نظر ما به او هم عقیده ندارم. او باز بحث جدا، صحیح جدا است، اگر سوال داشتین میتونیم. یک ای بوده انتخاب که مثلا ما در یک چوکات سیستم بیرونی در یکی از مؤسسات بین المللی کار کنم و زندگی کنم و فامیل ما بکشم، پناهندگی باشه و اونو باشه. این محیا بوده. با آمدن ما اونمور ما به اصطلاح لغت زدم. ما به نظر ما که انتخاب کردم، ما وطن انتخاب کردم. درست. با مردم بودن انتخاب کردم. سخت است ای خو، یعنی جای خوشی بسیار با مشکل برش کمایی میتونین. به خاطر از اینکه من تنها من نیستم که من زندگی میکنم. من دخترها دارم که او به اسلام میرن مکتب میخواین برن، خواهرها دارم، فامیل دارم، اقربا دارم، اینیا دارم. برای کلگیشان میخواییم خوشی باشه، حق باشه برایشان، آزادی هایی که لازم است در چوکات همو عرف ما، افغانیت ما، در چوکات اسلامی ما اونمو باید مهیا باشه و افغانستان باید جنت و خاک خوش باشه برای افرادش. من اینمی را انتخاب کردم. دیگه ای که کشمکش های زندگی باز کجا میبره، او هم مجهول است. تنگ آمد به جنگ آمد، اگر تنگ شدیم باز پس میرم دیگه جای میرم. انشالله که خیر باشه. و از مقاومت یاد کردید جناب ننگ صاحب، نظر شما را میخوایم داشته باشم در مورد احمد مسعود و مقاومتی را که بر راه انداختن. کوتاه اگر نظر شما را داشته باشم در این مورد خوشحال میشم. من سابق که مثلا عامر صاحب مسعود بود، خب بسیار عجیب آدم بوده، مرد تاریخ بوده، ولی احمد مسعود خو بچهش است. هر کس جای کس را گرفته نمیتونه، ولی که هر کس، یعنی شاههای افغانستان شما ببینین چقدر فرزند داشتن و چقدر ناکامی ها را به افغانستان داده. یعنی شما این 300 سال تاریخ اگه ببینین از زمانی که دولت داری شده و افغانستان امروز در بین 236 کشور یا 56 کشور از ما بدتر اگه باشه، دیگه افغانستان از لحاظ ازی که کشور جغرافیای جنگی بوده، کشمکش بوده، ضعف اقتصادی بوده، احتیاج بوده، خب طبیعی است که نمو سلسله دولتداری و این مسائل مشکل داشته. ما به نظر ما یعنی هیچ کس جای کس را گرفته نمیتونه. احمد مسعود شاید در مراحل پیشروی تاریخی تحول دیگه هم کنه، یعنی به یک چیز ثابته که جنگ است و تفنگ است به او باقی نمیمانه. ممکن اگر گنجایشات سیاسی زیاد شوه، ما به نظر ما در چهرهش آدم سیاسی زیاد است تا ای که نظامی باشه، و جبه نظامی وجود نداره. جبه نظامی جز تاوان به افغانستان دیگه چیزی برمغان نمیره. بسیار تشکر.
ننگ صاحب، زمان شما والی فرا بودید، درست است؟ و مردم چند گذشته بود از ولایت شما و مردم تظاهراتی برپا کردند که نمیفهم ناراضی بودن از شما. دلیل نارضایتی اونا در چی بود و چرا شما را قبول نداشتن؟ خویا که خود جمهوریتی مسائل زیاد بود، در کل ولایت ها در کابل می دیدن که یک دفعه کل شهر می گفتن که جنبش روشنایی است. یک دفعه یک جنبش دیگه هم بود که بعد از یک انفجار به میان آمد. رستاخیز و رستاخیز امید بود. این چیزا بسیار بوده. شما یعنی روزایی که حتی ارگ فارغ از دغدغه دیده باشین نیستک. خویا یک ولی به اصطلاح بغاوت میکرد، یا یک وکیل پارلمان بغاوت میکرد، یا یک کسی دیگه قد علم میکرد، یا در مزار مشکل می بود، یا در هرات مشکل می بود، یا در زرنج و یا در اگه ولایت هم اینن مثل از واره. من مخصوص به ماموریت ولایتی ما مردم نجیب فرا شاید بیشتر از این بفهمه. کسایی که اکثریتشون مظاهره کرده بوده پشیمان بوده و ایتو نیست که ما جامعه الکمالات بودیم. در اوجه یک قشر بود که بندر می خورد و مال مردم می خورد و زورگویی میکرد. مافیا بود. مافیا بودن و آدم های خوب نبودن. مثلا وا که دیدن که منافعشان در خطر است. و منافعشان چطور در خطر بود؟ مثلا ما برد کوتاه بگویم، ما تا 2 سال پیش، 3 سال پیش یا 10 سال پیش ما کسایی که وظیفه کرده در 2 میلیارد افغانی عواید سالانه بندر ابو نصر فرایی را و عواید دولتی را نرسانده. ما در زمانی که حتی بندر کاروبارش کم شد، ترانزیت از 2,20,000 به 40,000 پایین شد، تقلیل یافت و مثلا کیفیتش هم خراب شد. اجناسی که از بندر به مالی دلاری می آمد اونمو بند شد، مثلا فلزات و همی سیخ گل و غیره و غیره، مثلا مفروشات و غیره و غیره، مثلا خوراک کباب و مواد نفتی، همی 4-5 چیز که هست درست یا به دلار یا را یا هم گم شد، یعنی کیفیت هم کم شد، کمیت هم کم شد. ما 4 میلیارد و بیشتر از 4 میلیارد و نزدیک به 5 میلیارد در 2 سال رساندم. یعنی باید ما اگر همون سالهای چرب و چاق پیش ما می بود، مانایش ایست که 12 تا 13 میلیارد افغانی ما بیت المال سیراب میکردیم. خویی که کم میشد شما 9 میلیارد یا 10 میلیارد تفاوته که میفهمین. اینا میره یک قشر بوده. درست. این قشر چطور قدر قدرتمند بودن که با زور مردم شما را فکر میکنم امو به دلیل ازی شد که شما از اونجا برکنار شوین و بیاین به مرکز. و چطور آقای غنی نتونست از قدرت خود استفاده بکنه و مافیا را مهار بسازه و در مقابلشون استاد شد و از شما دفاع بکنه؟ ولی میگن امو که اگر میگن که اگر گوین که در شهر دوست گیرن و همه کس که هست اونم را باید کل شب شما بگیرین. جمهوریت تو یک فضا شد که کلگی در هر جایی که بود به مافیا تبدیل شده میتونست. نظام یک نوع کاپی از نظام های امریکایی بوده، یعنی تکساسیا به اصطلاح. اینجا شما آزادی داشتین و قدرت داشتین و مردم را بسیج میساختین. هر کس که شما سرش دست منداختین به اصطلاح سنگر قومی را، سنگر زبانی را، سنگر تنظیمی را و سنگر همو پینجا پینجا را در او دایره می رفت. در اینجا که فشار می آمد در اوجه خیز می زد. دقیق. به نظر ما گنجایش ها و زمینه ها زیاد بوده به خاطر ازی که یک کس سوء استفاده کنه از منصب خود. درست. اگر او منصب شورای ولایتی بوده یا مثلا در ولسی جرگه بوده یا قومندانی بوده یا قومندان محل بوده یا یک چیزی بوده، پیندوزی بوده. ما در ستیت ستاپ زندگی میکردیم، ستیت بیلدینگ نه، یعنی دولت پیندوزی. در اوجه هر کس آمده به یک پینه بوده، این پینه سرخ یک تنظیم بوده، این پینه جگری دیگه تنظیم بوده، این دیگه بوده. شما با یک عظم سردی خود پت میکنین، یک کرتی پیندوزی دارین، یک چپن پیندوزی دارین. یعنی می چپن البته کسی که پوشیده در افغانستان ای پینه دوزی بوده، یک قدر پینه داشته که نمی را جمع کرده بوده که از این نمی دولت ساخته بوده. حالی ما در تو یک سختی، شرایط بسیار سخت، یعنی دکان ابریشم کاروبارش ما در آتش میکردیم. پس دولت پینه ای بوده. پینه ای بوده. ای را ما ستیت ستاپ میگیم،
یکی را استیت بیلدینگ میگن، شما دولت سازی. در دولت سازی مادرن استیت شما باید اساسات را بگذارین، از نو جوانای پاک بیارین، یک هسته پاک بیارین، باز برای ازی قدرت بتین، زمینه ها بتین، گنجایش بتین، حمایه بتین، قانونمندی بتین و در ساحت تشکس را نمانین که تجاوز کنه یا خلل ایجاد کنه. شما باز میدیدین اقتدار، اقتدار بسیار قدرتمند میبوده، اما در تو یک شرایطی که افغانستان گذاشته در این ممکن نبوده بسیار. درست، ننگسه تنها بحث او نبود، زمانی که شما به ولایت بودید و به فرا بودید. نمیفهم شما چی فکر میکنین، چی ویژگی خاصی داشتین و یا چی شیرینی داشتید که آقای رئیس جمهور غنی شما را در پست های خیلی کلیدی مقرر میکردن با تمام مخالفت هایی که وجود می داشت. مثلا مثال بتم، شما به حیث معین وزارت معارف کار کردید، به حیث والی لغمان بودید، به حیث معین مسلکی وزارت سرحدات بودید، به حیث والی فرا که رویش بحث کردیم، پست های کلیدی دیگر هم شما داشتین. چرا تو آقای غنی روی شما قدر استاد بود و استادگی میکرد؟ ولی واقعیتش اگه گپ راز باشه، پیش خودتان باشه، هیچ در زندگی ما واسطه نکدیم. خب. یعنی هیچ امتیاز در مقابل هیچ شرایط برای کسی عریضه ندادیم که مرا به یک وظیفه بدیم. از شروع کار ما، از ریاست جمهوری آغاز کردم در بخش اطلاعات. درست. کته کرزای صاحب. کرزای صاحب در دورانش ریاست های چندین ریاست کردم، سخنگویی را کردم، معینیت کردم. در دوران اشرف غنی بخش وزارت معارف هم سرپرست بودم. یعنی تو چیز نبوده، ولی ساحاتی که من علاقه دارم او شهرسازی است. من میگم عالم برای من چیزی که داده شده بخور، داده تو کدام گپ زیاد کلان نبوده، یعنی ما از روی استعداد شما بوده. می آصف ننگ پنج دانه نشده، امو آدم عادی بیچاره که هستم، امو هستم با این شوکی ها. مرا شهر خوش میه که شهروال باشم در کابل، شهرسازی کنم، زیبا بسازم. یعنی می این شهر نیست. تو آرزوهای بسیار بزرگ داریم. البته ای از شرافت براتون میگم که جز ای که انسانها را خوش ببینم، شهر را خوش ببینم، چراغان ببینم و صحیح پاک ماموریت کنیم. می تو ماموریت پاک کردیم، صحیح ماموریت کردیم. واقعا دی بود شما قسمی که دیده میشه درد دارین جناب ننگ صاحب. تنها مشکلی که در جمهوریت وجود داشت، تنها نه که مشکلات زیاد بود، خب یک مشکلی که بود کار به اهل کار سپرده نمیشد. مثلا انجینیر را میدادن کار شاروالی را، از کسی دیگر را میدادن به جای دیگر. اصلا کارا گدوات بود، دکتر را می آوردن به ترافیک. یک مشکلات خیلی بزرگی وجود داشت. به خاطر چی بود و کی کارا میکرد؟ ما یک تعبیری بسیار جامع استعمال کردم. در اوج شما یک دو دو پنج پنج کتاب نوشته میتونین. ما گفتم افغانستان به خوب یک دو گپ دیگر هم باز ما میزنم. با استیت بیلدینگ دولت سازی هیچ وقت فرصت نیافته در طول تاریخ خود. استیت ستاپ بوده، یعنی استیت پیندوزی، دولت پیندوزی. این دولت پیندوزی که است، این فرجایل استیت است، دولت های شکننده است، یعنی این بنیادی نیست، چیزای موقت است. شما امو تبعات از او را بیان کردین که در وین تو می باشه کار به اهل کار داده نمیشه. وینی این میجا اول نقش بزرگ کرزای صاحب ایفا کرد در استیت ستاپ. مثلا ای تنظیم های متفرقه جنگی را که پیش از حادثه 11 سپتامبر جنگ بود و ای تنظیم های که دیگر می خوردن، کشور با ویرانه تبدیل بود، اونموار محک تعادل در یک ترازو کلگیش انداخت، زیر یک چتر کلگی را آوردن. ای را میگن جمع ازداد، ای جمع نمیشه، زده یکی دیگه هستن. بازده تو یک زمان دولتداری را شما ناگزیری های زیاد دارین، عوامل بازدارنده متعدد زیاد دارین، اونمو عوامل قطع نمیشه تا که چتر برتان پاک کلش نشه و تا که بنیاد از بنیاد شما هستگذاری نکنین و به دست خود نکنین. افغانستان حالاتش 20 سال محصول حادثه سپتامبر بود. اگر حادثه سپتامبر رخ نمیداد، افغانستان اینمی تحولی که 20 سال دید این نمی آمد. این سرکای پخته نمی بود، این شهرها را با این آبادانی شما نمی دیدین. درست. یک مسئله دوم که ما گفتم، دو مسئله را یاد میکنم. افغانستان در 20 سال گذشته تابع دو مسئله باید می بود. یا باید میشن افغانستان، ماموریت افغانستان باید می بود که
مالکیتش باید افغان ها می داشت. درست. به این تو یک استیج ما نرسیم. چیزی که بود او وار اگنست ترور، زیر چتر مبارزه یا جنگ با تروریسم بوده. زیر چتر این همی نام مسما کرده بودن. ما عقیده ما اگرچه چیزای دیگه است، این همی چتر چتر جنگی ایجاب میکرد. یعنی ماموریت افغانستان اگه می بود، خب شما هسته ها را قوی میکردین، پارلمان را قوی میکردین، نهادهای مدنی را قوی میکردین، یا باز بسیار دولت نهادها تبدیل میشد، مثل پاکستان واره. پاکستان دولت نهادها است. یک جاندارم چی نیست که یک اوجه یک قدرت بسیار قهری پشت صحنه ها و چوکی های سیاسی باشه، مثلا کشورهای ایران واره. کشورهای بنیادهای تو است که شما هر آفتی که میان هزار آل بلاها آمده میره، مگر یک حبیب بانک 3 میلیون کارمند داره، و دیگه بانک 4 میلیون داره، و دیگه نهاد 18 میلیون کارمند داره، پانتون ها که از مثلا 35 میلیون انسان با خود مصروف کرده در پاکستان. این کشور نهاد ها میگه با می نهاد سازی ما نرفتیم. یعنی دو مجبوریت جهانی، یکی ماموریت افغانستان نبود، دیگه مبارزات جنگ بود. یعنی دوسیه افغانستان از قصر سفید نبود، از پنتاگون بود، از وزارت دفاع. ده 20 سال ما سرنوشت ما کل گپای ما داود درفت بود، از دسک نظامی، از میز نظامی. از او خاطر است این تبعات از ایره باز این بحث بسیار طویل است. دقیق. در این بحث کوتاه ما شما نمیشه. این بحث استراتژیک است. این بحث است که با پژوهش و تحقیق و مزید با گفتمان بسیار قوی ضرورت داره که چرا ما در این یک منجلاب ماندیم و چرا نبرامدیم. درست درست. بحث خوب است. تشکر. خوب است که بحثش زیاد است. باز روزگار خاط شیشتیم و درد دل خاط کردیم. جناب ننگ صاحب، اید است و چیزی که پیش روی شما هست فیک و نقلی نیست، میتونین استفاده بکنین. تا اون زمان ما شما میریم برای یک وقفه کوتاه، دوباره برمیگردیم. دوستان عزیز، وقفه کوتاه میبینیم و برمیگردیم. بله دوستان عزیز، سلام مجدد و همچنان در خدمت ننگ صاحب هستیم. بازم از کسایی که تازه با ما پیوستن، عیدشان مبارک و ما را دنبال بکنین. ننگ صاحب، در سال 2007، جولای سال 2007، شما به دلیل انتشار یک مقاله از طرف امنیت ملی سابق گرفتار شده بودید و به زندان رفتید. دلیل چی بود و محتوای مقالتان چی بود؟ محتوای مقاله اصلا ترجمه یک کتاب بوده، Oil and Globalization. کتاب بسیار خوب بوده، نفت و جهانی شدن. خب مسائل بازی های بزرگ هم اشاره شده. یک بخش از این کتاب با افغانستان ارتباط داشت، با بازی هایی که با اون وقت کمپانی یونوکال و پردایس ارجنتینی و یک کمپانی آمریکایی به اصطلاح سر رقابت نفت آسیای میانه و ترکمنستان گویا برقابت بودن. این کتاب قابل خواندن است، قصه های زیاد داره که چی بازی های ده اوجه شد. یک بخش از مقاله با دوستای ما خوب نخورده بود. خب به هر حال کسایی که در کمین بودن، او کسی که مقاله به مزاجش نبود. چی بود ده مقاله؟ کم اگر بیشتر بگویم. او دوی تو بودن، مثلا میگه که افغانستان مثل توپ فوتبال میان بازیگران بزرگ. یک عنوان مقاله است. درست. مثلا دمی کتاب 18 عنوان است. کتاب هنوز هم است یا؟ بله، این کتاب بسیار کتاب پر چندین میلیون نسخه در امریکا چاپ شده. درست. جعفر پویا فکر میکنم او را ترجمه کرده به فارسی. کتاب بد نیست. یعنی من مثلا من به این عقیده استم که کسایی که میخواین که بحران حل کنه، اول باید بحران بخونه. یعنی شما وقتی که میرین صلح میکنین و میخواین صلح پایدار باشه و ثبات افغانستان باشه، ثبات کشورتان باشه، شما باید درس های بی ثباتی را زیاد بخونین، از او درس و عبرت بگیرین. یعنی وقتی کوتاهی که شما وقتی که میخواین صلح را بفهمین، باید جنگ را بخونین که جنگ چرا است، عوامل جنگ را باید تشخیص کنین، باز شما به صلح رفته میتونین. ما به این عقیده بودم، ما از دید بزرگ این چیزا را میخواندم. خو وقت مدیر مسئول مجله بودم، این چیزا آمد. کسایی که برتان عرض کنم، کسایی که به مزاجش مقاله نبود و آدمای بد نبود،
کسایی که ازنمی برای خود بازی ساختن و توطئه ساختن، دستگاه امنیتی ملی را میگم برات، و خوب نبودن و مثل ما واره آدمه یک ظرفیت میخواستن که چطوری را از پای پرتیم. و جالب است که امروز سیدی صاحب کسایی که مرا به بهانه ازی بندی کرد که ما گویا ارتباطی آیسای هستم، دو سال شده که ما در افغانستان هستیم و پاکستان به ما ویزا نداده و امو آدمایی که در امنیت ملی، یعنی کم هم نه، از یک ولایت مخصوص هم بسط ها فامیلش در پاکستان و در اسلام آباد است، اونمو کارمنده امنیتی که به اصطلاح در گرفتاری های منقش داشتن، امروز در مجا در مکشوره رفت و آمد داره. برحال او خو برگ تاریخ بود، تیر شد. کسی که با یک شبکه کار کنه حتما در یک بخشای بزرگ کار میکنه. من نه فامیل ما، یکی از اعضای فامیل ما ویزه پاکستان به دست آورده نمیتونه، نه ویزه ایرانه. یعنی بعد یک جای با ایران در همسایه ایران کار کردم، در فرا وقت خود تیر کردیم، پروژه بند بخش آباد آغاز کردیم، پروژه بزرگ آغاز کردیم. اوجا ما کت ایران میتونستم شراکت های بسیار خوب ایجاد کنم، اما ایران در عقب دولت یک دولت دیگه وجود داره که وا متاسفانه ایران هم به خیر ایران تمام نمیشه. شما جنبش های امیالی که در سن زندگی و آزادی این جنبش ها ببینین با کدام کثرت چی شعار میدادن، کلش خو ایرانیستن. ما به نظر ما اونمو عقبه هایی که تنها خودشان یک تازی میکنن یک بازی میکنن و باید هم مصالح مملکت خود ببینه، با افغانستان و ایران گنجایش دوستی، قرابت، شراکت به حد زیاد است. ما همچنان با پاکستان هم تو گنجایش داریم، اما در عقب حکومت ملکی یک حکومت دیگه است. از او خاطر است که شما ثبات منطقه را در منجلاب میبینین. اینجا پروژه های بزرگ ترانزیتی است که خیرش به کل منطقه میرسه. افغانستان خو خانه خیر است، دهلیز اتصال منطقوی است، پل اتصال کلگی آسیا و جنوب آسیا است. اما اگر افغانستان پروژه های بزرگش تطبیق شود، دقیقه برتان به اطمینان میگم که بهترین دوستای ما یک زمان ایران است، بهترین دوستای ما یک زمان پاکستان است و هندوستان است و یک کشورهای آسیای میانه که کلگیش شراکت های زیادی داریم، مشترکات بسیار زیادی داریم و دوستی و صمیمیت و نژاد واحد هستیم. دقیقاً. و باز شما درک کردین و فهمیدین که چه خطر مواجه بوده بر از اونا که شما را گرفتار کردن و مانع شدن که از انتشار کتابتان. او کتاب خو کتاب آمریکایی نوشته کرده، جعفر پویا یا ایرانی است فکر میکنم، او ترجمه کرده به فارسی. ما یک مقاله شدیدیم امو به افغانستان متعلق بودم و ژورنال نشر کردیم. به هر حال او که اگر کس بخونه به خواندن عیب نیست، خواندن بدون خواندن ما در تاریکی سیم، خواندن خوب است، حوصله خوب است. و ما فکر میکنم دو دوره من حکیمانه کار کردم که به اصطلاح یک بجای تصادم مرای از این گذشته پیش گرفتیم و رئیس جمهور زمانه هم رای حکیمانه را پیش گرفت که خیلی مسائل بزرگ مملکت، فتنه های بسیار خطرناک و بزرگ و توطئه های بسیار بزرگ مملکت از او کور بودن، از او نادیده بودن، اما از یک بیچاره که در اوجا در یک مقاله گویا آمده، ولی دستگاه استخباراتی افغانستان برشان نقل و روایت میداد چیزی که تعبیر میکردن و نمو البته شنیده میشد و اینمی روایت هایی که به اصطلاح درباره افغانستان امروز به گوش امریکا رفت، اطلاعات ناقص، معلومات ناقص و ماموریت ناقص ایجاد کرده بود. دقیقا. شما هر زمانی که پلانتان ناقص بود تبعات از او توان توان است. دقیق. آقای ننگ، شما از اعضای کابینه دولت آقای غنی بودید در جمهوریت. چی فکر میکنید؟ دولت آقای غنی همه شمول بود یا که امارت اسلامی همه شمول است؟ این همه شمولیت دوران جمهوریت شکلی بوده، جوهری نبوده. و در امارت اسلامی خو تنها طالب است دیگه، دیجا کجا من نمیفهم مشارکت همه شمولیت همه طالب ها در این شامل است، از این بالاتر ما تعبیر نمیبینم. اما در جمهوریت دوران کرزی صاحب که ما بارها از پیش شنیدیم، بهای وحدت ملی را بالاترین ارزش برای خودش بود، میگفت که بر از این که ما سودای قیمتی تر دیگه ندارم، از او خاطر است که حزب هم بیارین، جمعیت هم بیارین، حرکت هم بیارین،
اتحاد هم بیارن، ده 15 حزب از احزاب گروه حزب وحدت و غیره را یار هم بیارن، جنگجوی هم بیارن، مولوی سیبار هم بیارن، آخوندار هم بیارن، اخوانی هم بیارن، دموکرات هم بیارن، از غرب آمدگیر هم بیارن. می گفتن که ما در افغانستان باید وحدت ملی را احیا کنیم که در جنگ ها و در دوران سابقه صدمه دیده. دوران اشرف غنی یک عنوان داده شد تحول و تداوم که تحول باید بیه و تداوم اونمو از تها و بنیادها باید بیه ما پخته شود. ما به نظر ما هر دو ماموریت انجام دادن و ماموریت های که به حد المقدور با وسع بشر بوده. در اینجا کجا شما ماموریت میتونین؟ شما یک ساعت وضعیت که چند روز پیش به اصطلاح در مسکو بود، شما او را یک باغی مسکو لرزاند با این قدرتش، با این اقتداری که دنیا به اصطلاح نیم تقسیمی از او است همین کره زمین. در اینجا شما هزار دانه مقسم عوامل تهدید، عوامل بازدارنده را، عواملی که دولت و اقتدار مشروع را به چالش بکشانه، این موجود بوده. فقر موجود بوده، مواد مخدر موجود بوده، جنگ موجود بوده، کشمکش های منطقوی موجود بوده. یک دولت بیچاره این دولت نمیتونه که به اصطلاح مستقلانه با تکامل جامع و به اصطلاح ایدیال بازی کنه، نقش نمیتونه. شاید امروز هم برای امارت اسلامی آسان نباشه که یا بهای ثبات افغانستان و امنیت افغانستان یا را در چی میبینن، یا میبینن که انمی ما هستیم که ایره باید کنترل کنیم. دقیقا. و شاید گفته از یا که زمان از این هم برسه که همه شمولیت مانادار باشه. خب. او همه شمولیت هم مانادار نبوده در دوران جمهوریت که مثلا شما یک موین از این قبیله بیارین، ایری از این بیارین، شایسته سالاری را شما بلغت زده بودین، شما یه ایر از این بیارین، ایر از او بیارین، وزیر به اصطلاح در سهمیه بتین، باز وزارت بگوین که تو علی بهترین کار کن، کجا میتونه؟ یعنی یک وزارت به دوستم داده، یکی را به او داده، از او میگن که نمیره علی، او میگه که من از نمی کمایی میکنم از این وزارت خود، اما تو میگی که نه، من به اصطلاح خدمت مملکت میکنم. از او بسیار ناممکن بوده. یعنی در درون ما مشکل داشتیم، در هسته بزرگ منطقه‌ای هم. جناب ننگ صاحب، شما از دو رئیس جمهور اسبق شناخت خوبی دارید، جناب کرزای صاحب و همچنان دکتر محمد اشرف غنی. چه تفاوتی میبینین؟ کدامش بیشتر دوست داشتن کشور را و کارهای خوبی انجام داده بودن؟ این تفاوت را میشه که کوتاه بر ما بگیم؟ ما کرزای صاحب خب یک رقم خوش ما می آدم وطنی است. خب یک رقم. و دیگه ای که نقش کاش که در 20 سال برای افغان ها می بود. یک آدم و دو آدم این اندیویژوالیزم در دنیا چیز نیست. یعنی دولت با نهادها ساخته میشه، با افراد ساخته میشه. من په پختو کې وای وای دی خو غوخو خشیر واوی دیگه هغه شروع خوب با به نظر می از نمی خاک و از نمی چیزی که ما داشتیم از نمی دولت سازی کردیم. یک ماموریت سخت بوده. کسایی که در این ماموریت نقش مثبت انجام داده او تاریخ او را ثبت میکنه. منفی پدیده جنگ که در افغانستان بدترین پدیده بوده و هیچ ما برش توجیه نمیتونیم، هیچ جنگ توجیه نمیتونیم، هیچ جنگ و هیچ کشتن افغان ما توجیه نمیتونیم برش دیده. من میگم گنجایش از این بسیار موجود است. درست. که انسان کشته نشه و ما باید وطن سازی بریم. کدامشان بیشتر منفعت داشته برای کشور و وطن دوست بودن؟ به سخت است ولی من میگم هر دویشان کوشش کردن. ما که میبینم کرزای صاحب خو ارزوهای بسیار بلند داشته و با ارزشهای وطنی زیاد به اصطلاح چی میبود یک مقدار در یک دوره ارزش‌های وطنی متحول شده بود. متاسفانه که اونمو باز شما دیدین که بجای از این که دولت نقش ایفا کنه یک گروه کوچکتر شد. درست. در ارگ و او بسیار کوچکتر شد. اونمو به اصطلاح دولت کچن کابینت که برش میگن در انگلیسی، دولت آشپزخانه، اونمو خب باز نمانده، بیرون افغانستان خلاص شده بود. درست. ننگ صاحب سابقه حزبی داره؟ اگر داره در کدام حزب بوده؟ ما در حزب اسلامی بودم که حکمتیار صاحب. حکمتیار صاحب. بله. از حکمتیار صاحب خبری دارید؟
بعض مشکلات سر راهشان آمد و در این اواخر خبرشان گرفتیم؟ بله، یک چند وقت پیش احوال گرفتیم. چیزی که حقشان نسالم فکر میکنم قرضدار هستیم، باید احوالش بگیریم. درست، درست. خب جناب ننگ صاحب، تفاوت خوب چه بد چه خوب در بین جمهوریت و امارات اسلامی چی هست از نظر شما؟ کوتا به نظر ما در دوران جمهوریت خو برای گنجایشات وطنسازی کم بوده، حال گنجایشات وطنسازی زیاد است. امارات اسلامی بسیار یک به اصطلاح یک تکت منفرد به ذات خودش داره، بسیار یک تکت امتیازی داره که حاکمیت مطلقه سر کل افغانستان تنها حاکمیت ازی است. امارت اسلامی میتونه که یک دولت ایدئولوژی محور بسازه و میتونه که یک دولت اقتصاد محور بسازه. حاکمیت یک دسته است. خوب است که برای اقتصاد محوری بره، خوب است که برای تعلیم بره، تعلیم دخترات، کار دخترات، نقش افغانها، کلگی مردم نقش داشته باشه و دولت ملت باشه. یعنی کسی که کارت وفاداری در جیبش داره تنها اونه به او اکتفا نکنه، به می مردم کلش اکتفا کنه. یعنی کلگی مردم عقبه خود بسازه، حمایه خود بسازه. ما به نظر ما دولت امارت اسلامی را در یک جمله به دستگیری ضرورت داره، چی دستگیری جهان باشه، چی دستگیری مردم باشه، به حمایت ضرورت داره. شما او پتانسیل یا او توانایی را در دولت امارت اسلامی میبینید که اگر ضرورت باشه دستشان گرفته شوه، خودکفا شوند و صاحب این وطن شوند؟ بیخی زیاد. بله، آن بسیار خوب میرن، یعنی بسیار کارهای کلان میکنه. شما ببینید امیال در بخش اصلاحات مالیاتی در دنیا کم از کم 100 کشور در بحران ثبات پیسه خود است. 100 بیش از 100 کشور تورم و انفلاسیون در بیش از 100 کشور بیداد میکنه. طبقه قشر متوسط که به اصطلاح 80% بوده در 100-150 کشور، این تقریبا به 30-35% تنزیل یافته، در طبقه پایین الحاق شده. افغانستان در طبقه سبسیستنس اکونومیس بخور و نمیر. طالبا دورانشان در یک اقتصاد سبسیستنس اکونومی بگن، در اقتصاد بخور و نمیر است. یا باید یک پتیاره بالا بره، به دومستیک اکونومی، به اقتصاد خانگی بره، باز بعدش به یک پتیاره را دیگه هم کلان بسازه، یک حلقه را به اقتصاد منطقوی. درست. همی آسیای میانه، چین، هندوستان، روسیه، ایران، پاکستان، هندوستان، چند کشور عربی، ترکیه، هدف ما اینمی است. ما از این کشور، از این دنیا، دنیای فراتر نداریم. ما 1% نیم فیصد تجارت با اروپا و امریکا نداریم، نیم فیصد. از او خاطر است که نه تحریمش مانا میده، نه رابطهش. رابطه چرا مانا داره در جهان؟ اما ما میگیم که دمی اول در داخل برای مشروعیت قوی اقتدار مشروع در داخل افغانستان زیاد کار شد. گنجایشات که امارت اسلامی داره ما میگم را باید به کار برده و مزید از این کار بگیره. ما گفتم که دولت قابل حمایه است، دولت قابل دستگیری است. جهان به اصطلاح بسیار جفا میکنه، در حق افغانستان همیشه جفا شده. بازی های بزرگ ما قربانی از اوستیم. یعنی بازی های منطقوی بسیار کلان است. افغانستان داشت یک پدیده بسیار خرد است. درست. و ما مگر در او پدیده عامل تصادم باشیم، عامل تکر باشیم، عامل فصل باشیم، جدایی باشیم، پس کی جور کنه؟ از کجا آغاز کنیم؟ یعنی یک جای خوب باید آغاز شوه. یعنی بدون دولت خوب نمیشه. دقیقا. ننگ صاحب، شما معین وزارت معارف بودید. در وزارت معارف واقعا در جمهوریت چی میگذشت؟ از مکاتب خیالیش گرفته تا عدم رسیدگی به معاشات معلمین، نبود امکانات خوب برای شاگردا و غیره، مسائلی که وجود داشت، میشه در این مورد هم یک بحثی داشته باشیم با شما؟ از اون معلم خیالی و مکتب خیالی خو بسیار یک پروپاگند کلان بود، یک ضربه تبلیغاتی به اصطلاح به ضد معارف و به ضد رهبری معارف استفاده شد. خب او هیچ واقعیت نداره. یعنی اصلا شما این بحثا که با هر کس باز کنین، ما دایش هستیم هر وقتی که باز میکردین. درست. برشان میگیم که او برادر، مکتب خیالی وجود نداشت، معلم خیالی وجود نداشت، شاگرد خیالی وجود نداشت. مثل دیگه بازی های سیاسی که در دوران جمهوریت بود، یکی دیگر را دمپ میکردن، میزدن، منداختن از پای. یا مامتو یک به اصطلاح یک خب اینم فکر میکنم جناب ننگ صاحب از جای سرچشمه گرفته باشه که ما گزارشاتی داشتیم در زمان جمهوریت، مخصوصا از وزارت داخله، سرباز خیالی بسیار زیاد بود،
امکانات را می بردن و نفهم پوسته و مثل از امو زیادتر نظامی را شما بهتر از ما می فهمین امو واژه هایش وجود داشت حتما بله. سرچشمه از امونجا بوده ای را میگن در عربی برش یا در ادبیات برش میگن قیاس مع الفارق یعنی هر قیاس سر یک پدیده واحد قابل انطباق نیست او در سرباز خیالی ما داشتیم عسکر خیالی ما داشتیم و بودیجه های خیالی ما داشتیم اما معنیش این است که باید حتما باید در معارف هم خیکیده و جا خیالی بوده حتما اینجا است درست پس معلوم خیالی هم بوده سوال کوتاهی تنها جواب کوتاه دادم که یک افواهات بوده وقتی که شما میخواستین ثابت بسازین باز گپ ای که ما بیان کنیم یک عالم مسائل است یک کتاب سخن است که بازور ما بیان کنیم بگویم که به این دلیل این صحیح نبوده درست ما 1000 مکتب مسدود داشتیم که معاشاتشان داده میشود و میگفتن خیالی در حالی که در منطقه نامن بود جنگ بود مکتب بسته میشد جناب ننگ صاحب شما ماشاءالله در علوم اسلامی هم و همچنان علوم عصری جایگاه خوبی دارین و با سواد هستین و تسلط کامل دارین فقط میخوایم دیدگاه شما را در مورد بستن مکاتب برای فرزندان کشور داشته باشم که چقدر آینده کشور را به لبه پرتگاه میبره و بحران معارف در عصر معاصر چقدر آسیبزا است ما شما ببینین شروع صحبت ما به یک آیت شریف کردم و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما با پیامبر سم با کل پیامبرا چیزی که فضل عظیم را خداوند یاد کرده یکی خداوند خود عظیم یاد کرده که خودش ذات عظیم است یکی فضل عظیم یاد کرده که او علم است برای انبیا داده فضل عظیم وقتی که برای یک انسان برای مرد باشه او برای زن هم است برای بنده های خدا هم است یعنی او را کس باید تصرف نکنه که ایره تو هستی صاحبش تو نیستی حق تعلیم حق ثابت شده است به حدیث طلب العلم فریدتون علی کل مسلمان و مسلمه در قرآن کریم بیشترین ذکر علم شده در کتاب های آسمانی دیگه بیشترین تاکید سرش تاکید علم شده بدون تفکیک و به اصطلاح تفاوتی که بین زن و مرد باشه زن به علم ضرورت داره به علم انسان قوی میشه کشور قوی میشه و این یک حق خداوندی است باید برش داده شوه ما به نظر ما تقریبا 5 میلیون دختر در نظام تعلیمی داشتیم و حدود 2 لک تا 2.5 لک دختر در تحصیلات عالی ما داشتیم درست. به نظر ما این بسیار سرمایه بزرگ افغانستان است بله دقیقاً این باید باز شوه ما برش برای ممنوعیت و برای محدودیتش هیچ توجیه نمی‌کنیم بالکل در حالی که خداوند متعال عظیم شمرده تحصیل را دانش را و همیشه همه جا یادی از تحصیل و دانش بوده پس و اولین آیت هم بوده اقرا بسم ربک الذی خلق چرا پس امارت اسلامی با این مشکل داره و این مکاتب را از روی فرزندان این کشور محدود کردن و اجازه نمیتن که تحصیل بکنن این بسیار یک سوال استراتژیک است که از دولت امارت اسلامی پرسیده شود ما در حد جوابش نیستم و تا حال جواب یا دلیل شفاف ما نیافتیم پس دلیل اسلامی نداره شما در نصاب بحث دارین شما در لباس بحث دارین شما در میتود بحث دارین شما در ذات یا در خود پدیده بحث دارین واقعا دلیلش باید گفته شود برای مردم مجاز نیست خب اگر مجاز نیست ایره شما اعلان کنین دقیق که مردم آرام باشه دلیل اسلامی شو بیان کنین تکلیف کم میشه اما اگر نیست باید باز شود درست از روز اولی که روزای اولی که آمده بودید جناب ننگ صاحب شما گفتید که در مورد تحصیل و دانش با بزرگان امارات اسلامی دیدار میکنید و این مشکل امراشان صحبت میکنین و حتی گفتید که اگر به عذرم نیاز باشه عذر بله. میکنم تعقیب کردید این مسئله بسیار تعقیب کردیم بسیار ما دوستای زیاد دیدیم یعنی براتون بگویم با بسیار کثرت بزرگا را دیدیم و همیشه برای شمی پیام دادیم و طبعا نیره پیام یک فرد احد ما خو یک آدم هستم یک چی هستم که او نقش داره یا نداره شما در روز کم از کم 50 تا 100 پیام تنها درباره همین حق تعلیم از زبانهای مختلف میشنوین ما به نظر ما همین کفایت میکنه و این چیزی که حکم خداوند است هیچ پیام نه رسانه پیام میده نه جهان پیام میده نه جهان فرمایش میده نه مردم افغانستان فرمایش از بالا از طرف خداوند یک حکم شده و نمو رو تعمیل کنین
درست است. برخی از نویسندگان منتقد شما بودند و انتقاد میکردند روی شما و شما را میگفتند که نور چشم آقای غنی هستید و بارها در موردتان نوشته بودند و شما را گفته بودند که خدمتگزار مافیا هستید. چرا این اتهامات به شما میزدند جناب ننگسای؟ والا از هیچ، یعنی اصلا نه بلدیت نداشته که ما اوقدر ببینین ما آدمی افغانستان هستیم با زندگی عادی که مثل کل مردم داره، یعنی ما در طبقات هستیم که عادی هستیم، دمی خاک هستیم، نه در فرا ملکیت دارم، نه جایداد دارم، نه تجارت دارم، نه ساختمان دارم، نه قصر دارم، نه دلغمان دارم. دلغمان هم میگفتن که این زمین و چیز داره، یک غرفه نسوار و رجای هم ندارم و داشت و چیزی که داریم نعمت های خداوند است، از کسب و کمایی حلال است و از خداوند شکرگزار هستیم که کم از کم امو حق ما که بوده امو قدر خوردیم. کسایی که نوشته کده حتما ناله میفهمه که غلط بوده، مافیا هم که مافیا بوده او را نوشته نکده، تا امروز هم نوشته نکده. شما در کابل هزار دانه بلند منزله دیده میتونین، همه روز سر مالکش یک دانه نوشته نشد کی است کی است. هزار دانه پروژه خراب شده، سرک های فرسوده شده، از اینجا تا پروان و تا پنشیر و تا کجا کجای دنیا برین، مالک از این سرک کس سرش انتقاد نکد که بابا این خود سرک بود 12 متر، تو این رساختی 8 متر. اما داده 20 سال از پیش کس پرسان نکد، بونو مافیا خو اوج است. مافیا خو کسایی است که پول دلاری داره و دی روز هم داشتن، امروز هم کسایی که داره البته دلار، یا دا مافیای مواد مخدر بوده، یا دا این قاچاق بوده، یا دا این قراردادا بوده، یا کسایی که به اصطلاح از اوجه که به حقشان نبود خوردن. نوشتن هر کس حق داره، اما قلم که است اولین چیزی که سرش خدا قسم یاد کرده نون و القلم و ما یسطرون، سر امی قلم و چیزی که سطر میشه نوشته میشه سر ازی خداوند قسم یاد، این به احتیاط باید چلانده شده. دقیق. ننگسوی با آقای غنی در تماس هستید؟ پس از جمهوریت تماس گرفتید یا خیر؟ نه والا نه، تماس چی نداریم کتش. خب بسیار خوب، تشکر جناب ننگسوی و خواهشان برای خود خدمت بکنین. بله نه، جوسه گرفته را استیم میگه انشالله. درست است، پس به یک وقفه کوتاه میریم دوباره برمیگردیم. دوست عزیز وقفه. بله دوستان، همچنان در خدمت آقای ننگ هستیم و برنامه ادامه داره. عید شما بازم مبارک. ننگ صاحب، بیایم از کارکردتان در جمهوریت بگیم. راضی بودید یا راضی هستید که در جمهوریت کار کردیم؟ بله راضی هستم، ولی آرزوها و آرمانهای ما هنوز برآورده نشده. میخواستیم زیاد کار کنیم، اما امو و لیس للانسان الا ما سعی، به مواندازه سعی خود که خوبی ها بوده در او انجام دادیم. ما بهترین تصویرها را دیدیم روزی که صبح می شد و 10 میلیون انسان در سرک ها می دیدیم که به طلب علم می ره. در مو ماموریت بودیم، هر روز یک بازسازی داشتیم، هر روز یک ساختمان داشتیم. همه پدیده های بدیم داشتیم که او جنگ بوده، کشتن بوده، هر روز فرزنده افغانستان شهید می شد و ایره ما به گورستان می بردیم و در هر طرف البته که این پدیده بد بوده. درست. در زمان جمهوریت امارات اسلامی را خطرناک شما می دانستید. فعلا وقتی از نزدیک همراهشان مواجه شدین و دوباره برگشتین به کشور، تحلیلتان در موردشان چی است؟ این بسیار گپ بسیار مهم است. یک زمان شما دارین یک گروهی که او به نام نان استیت اکتر است، یا به اصطلاح یا استیت اگینست اکتر است، گروه ضد دولت. درست. باز در مقاطعی که این گروه ضد دولت میره به استیت اکتر تبدیل میشه، به گروه دولت، نقششان دیجا و نقششان دوجا، دردوش تحلیل جداگانه داره. در وسط یک مرحله است، یک جای است یا یک گروه است، او را نان استیت اکتر میگن، یعنی گروه غیر دولتی. یا دولت میفهمند، به دولت میفهمند باید
شریک باشه. حال که طالب به یک بخش از اقتدار است، به بخش دولت است و ما زیر سایه دولت هستیم. 40 میلیون انسان، ما نه، 40 میلیون انسان زیر سایه یک دولت است که باعث رعایت یاد میشه. ما هم رعایت هستیم. امروز ما در نقش رعایت خواسته ها داریم. درست. اقتصاد بهبود پیدا کنه، حق تعلیم داده شوه، حق کار داده شوه، حق زندگی خوبتر، آزادی ها و از این چیزا را ما میخواهیم. از او خاطر است نقش طالب در طالب جهان کلگی دست علیش یکی کده که در خطر است. طالب خودش مشکلات زیاد داره. طالب از جبهه جنگ آمد به دولت. دیگه به مو اندازه توقعات خود باید مدیریت کنیم. خب تشکر. نقش باز اقتصاد گفتیم. شما رئیس بنیاد تحقیقاتی اقتصادی افغانستان هستید، درست است؟ بله بله. و وضعیت اقتصاد چطور میبینید در افغانستان و همچنان وضعیت اقتصادی مردم را و بحران اقتصادی که ما مواجه هستیم، چه راه حلی برش وجود داره و چطور میتونیم از این بحران برایم؟ افغانستان، خب براتون گفتم که در این دهکده جهانی گلوبال ویلج تنها مانده، یک قری که به اصطلاح تجرید شده، تحریم شده و در انزوا واقع شده، این سروایوال کده نمیتونه با آسانی، زنده ماندن این بسیار مشکل است. از او خاطر تا که یا باید قدرت خانگی را، اقتصاد محوری را در داخل ساخته شوه تا در مقابل انمی تحریم ها و محدودیت های جهانی مبارزه کنیم. ما مثال های زیاد داریم، مثلا ایران. این استعداد وجود داره؟ بله، پتانسیل بسیار زیاد وجود داره. شما مثلا معدن دارین بی نظیر، 1400، بیشتر از 1400 نوع معدن و منرال دارین در کشور که کلگی کشورهای دنیا را یکی کنین، مثل ما واره متنوع نداره. کمیتش نمیگم، تنوعش میگم. شما تیل دارین اما دبی نیستین، به دبی تبدیل شده میتونین. شما طلا دارین، مس دارین، شما زغال دارین، شما گاز دارین، شما آب و هوا دارین، شما زمین دارین. یعنی شما فکر کنین که 9 میلیون هکتار زمینتان قابل زراعت است و ما 2 میلیونش زرع میکنیم. خب انسان بکار است که بکار انداخته شوه. درست. جناب معین صاحب، ما خیلی شنیدیم. بله. هم شکل حرفای شما را که ما معادن داریم، ما قدر اگر ای کشف شوه و ماین شوه و استخراج شوه چقدر ارزش پیدا میکنه و ما از زمین به آسمان میرسیم، اما اقتصاد ما همه چیز. و تصور ما ای است که فرض کنین این مس، لبه این مس، ما هستیم اینجا و فکر کنین با اینمی امتداد پایین مس اما معادن است و ما بالاش خواب هستیم. کدام استعداد پس میتونه بیا ایره بکشه؟ ما فقط میشنویم که امی معادن وجود داره. چی باید بکنیم؟ از دولت فعلی توقعتان چی است که امی معدن را یا امی سرمایه را که گرانبهاست ما داریم ای استخراج شد و ما از این خاک خوردن و از این سرگردانی برایم؟ خب روزه اید است، ما براتان یک فکایی میگم. چقدر برای خوب؟ یک دکان، کس دکاندار ششته بود در دکان، باز یک آدم آمده بوده برش گفته که کاکا سوجی داری؟ گفته دارم. گفت روغن داری؟ گفت دارم. گفت شکر هم داری؟ گفت دارم. گفت خیلی چرا الوا پخته نمی کنی؟ ما یک چیز کم داریم که اما چیز پتانسیل داریم، مثل که شما اشاره کردین در 100 سال و 1000 سال سر گنج افتادیم واقع. اما الوا پخته کده نمی تانیم. مدیریت، سوال مدیریت است. دولت، دولت باید اقتصاد محور شوه تا که ما الوا پخته کنیم. از نمی چیزایی که داریم و تو الوا تهیه کده نمی تانی و ضرورت هم داریم. بسیار خوب. ننگ صاحب، طبیعت کشور بیرونی دارین و خانواده کجا زندگی میکنه؟ خاندان کلگی همیجا، کلگی همیجا سیم، همیجا سیم. بچه ما کلگی فامیل در مکتب، بچه ما در مکتب غازی است، دختر ما در مکتب خصوصی است. بسیار خوب. دیگه کلگی تحصیل کرده است، خانم ما هم تحصیل کرده است، ما هم خواهرای ما هم کلگی دیگه. آلیس، آلیس. بسیار تشکر ننگ صاحب از اینکه به برنامه آمدید و بخش سوالات تمام است. فقط بخش عکس ها مونده که من چند عکس را با خود دارم بر شما به نمایش میگذارم تا نظر شما را در موردش داشته باشم. خب جناب معین صاحب، اولین عکس آقای کرزی. کرزی صاحب شخصا برای ما قابل احترام است. در ماموریت در وقت سخت ماموریت کرد و
خوبی های زیاد داره امروز، زیاد از بنیاد های افغانستان که شما میبینین. اگر دوری ازی و نقش خود کرزای وار آدم نمی بود، شاید ما امو 13 سال ازیره باز 7 سال از او را قایده از او می داشتیم. درست، درست، بسیار خوب. در این روزا رفتین پیش شان؟ یک بار دو بار دیده می شود. دعید که باید بره؟ آدم قیمتی هستی حتما می بینیش. بلکل، خب، و همچنان دو شخصیت، آقای غنی و عبدالله، در جمهوریت اینا را عین و غین می گفتن. بله، دکتر صاحب عبدالله و دکتر صاحب غنی بار دوش بلدیت شخصی دارم. منتها در دوران آخرش، یک دوریش که برای افغانستان زیاد مفید نبود، دوره 50-50% بوده. درست. و این دوره بعدیش هم زیاد در کشمکش ها تیر شد. امتیاز بگیر و امتیاز حق ما و حق تو و حق دیگرها. اینی مسائل یک مقدار ملت به حاشیه برد و شاید ملت درباره از یک هم قضاوت داشته باشه. درست. آقای اتمر. اتمر صاحب وقتش و قضیت بلد نیستیم. منتها به اصطلاح در یک نقش ماموریتی که در جمهوریت ایفا کرده به خودش زیاد به اصطلاح کار کرد. به خودش. و به خودش زیاد میخواست کار کنه. یک دوران ماموریتش که در وزیر انکشاف دیار بوده کارگردش شده اوجا زیاد بوده، اما از او این کار کرده نمیتونه. خب. خوب کار کرد. بسیار. آقای مجاهد. ملا یعقوب آدم بشاش و آدم منور به نظر میخوره و دوست داشتنی است. ملاقات داشتید امروز؟ نه نه، هیچ بلدیت کتش ندارم. درست. و آقای فضلی. دکتر صاحب فضلی خود دکتر است. کاش که در صحیح خدمات صحی در کار می بودن که مردکام یعنی به جای آمده بودن. ارگ هم رئیس جمهور محدود شد، هم خودشان و هم به اصطلاح به دیگه ساحات توانش رسید. چقدر قدرت داشت در حکومت جناب ننگ صاحب؟ یک بخش از تفویض صلاحیت های زیاد شده بود. عظیم. یعنی شما در دولت به 3D میچله. 3D در انگلیسی که میگن درش لیدرشپ. D دیلیت. یک چیز را باید نکنین هیچ. D دیلی. یک چیز را به تاخیر پرتین. به تاخیر. یک چیز D دو ایت. همین لحظه او را انجام بده. بعضی کارا را باید چی می بود؟ و دیگه دلیگیشن آف اتاروتی، دلیگیشن آف اتاروتی دی آخر است، تفویض صلاحیت ها. رئیس جمهور آخر هم صلاحیت ها را زیاد به خودش آورد که مملکت ساعت شکم کرد، خدمات شکم کرد، خودش هم زیر فشار بود، کیفیت کار هم کم کرد و تفویض صلاحیت ها را برای کسایی میداد که پیشتر شما اشاره کردین که برای دکتر کار سیاست داده بوده. فضلی صاحب من فکر میکنم دکتر خوب است، میگن خو که دکتری می بود خوب می بود. درست. از فضلی صاحب خو خبری نیست، اما آقای محب را در سرکا و جاده ها هموطنان ما میبینن. شما از شان اول دارین کجا هستن، مصروف چه کار هستن؟ دکتر صاحب محب خو کتش یک بار دو بار سلام داشتم. آدم با تمکین است، یعنی بسیار متفاوت تر از چیزی که مردم میشناسه و چیزی که هست. منتها در زندگی شخصی و صلاحیت های شخصی یک آدم با در بخش دولت باز بحث جدا است. درست. دولت به مصالح و به قوت ها استوار است. چون به خاطر سوال کردم که رفتن دیگه کسا داخل صدای خود کشید، اما اینا خاموش شدن سر و صدای و خب محب خود صدای خود زیاد کشید و زیاد صحبت کرد. ولی که هر کس صحبت کنه زیاد قسمی که از 3D شما گفتین، 3D در کشور ما بله. دیش دکتر صاحب محمد اشرف غنی بوده، دی دومش دکتر صاحب محب بوده و دی سومش هم دکتر صاحب فضلی. و همچنان شما که میشناسید نبیل است. آقای نبیل
نبیل اوقزیات کتش بلدیت ندارم. فکر میکنم در بخش سیاست زیاد پخته نیست، سطحی است. آدم استخباراتی بودن؟ نه، اوقدر استخباراتی نبوده. یعنی چیزی و استخبارات یک علم است و یک جای بسیار بزرگ است. یعنی شما آسایش عمومی کشور، این بحث امنیت نیست، آسایش عمومی کشور باید به زمامش برکس بتن که او از لحاظ ذهنی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ علمی، از لحاظ کجا و کجا و کل سیستما را او را مدیریت کرده بودند. شما در دوره کدام رئیس امنیت بازداشت شدین جناب نمسی؟ در وقت امرالله صالح. امرالله صالح. خودشان با شما مواجه شدن؟ خودش صاحب امی مسائلی که در 20 سال گذشت یادم دوران خودش خب بیشترین نقش ایداشت. میخواییم نظر شما رو در مورد از اونام داشته باشم. چطور شخصیت بودن و کارکرداشان چطور بود؟ خود زیر خطاب عمومی بسیار مشکل است که سر کسی قضاوت کنی، منتها من قضاوت های خود دارم. یعنی من کل جمهوریت، کل 20 سال، کل 100 سال حتی 20 سال نه، سرش تحقیق دارم. دولت سازی در افغانستان زیر بحث دارم. افراد و کرکترها چه قسم نقش پیدا میکرد، چطور نقش برای خود میبافتن و جایگاه برای خود میافتن، تو مسائل بوده. ما اگر کلگی در نقش سازندگی می بودیم و کلگی واقعا من حیث افغان و من حیث از اینکه افغانستان خاک عزیز ماست، وطن عزیز ماست، کلگی صمیمانه کار می کردیم و دولت هایی که در درون قلب ما بوده و به اصطلاح دنیا هایی که در درون قلب ما بوده برای از او کمایی نمی کردیم، ما بسیار در جایگاه بیشتر. و این تحقیقتان چه وقت تکمیل خواهد شد؟ و جریان داره. ما بخش بسیار زیاد شنوشته کردیم دولت داری در افغانستان، بخش دولت محلی را که 6 سال مامور بودم در او تجربه هم یافتیم. یعنی دولت سازی از بحث بسیار خوب است، با افراد زیاد تماس نگرفته. درست. اما ای که چرا در افغانستان بنام دولت و هسته های دولت چرا نهادینه نمیشه، چرا قوی نمیشه، برای ازی است. یعنی برای ثبات افغانستان یک چیز نوشته میکنم. درست. بله. فقط خواستم یک عکس دیگر هم نظر شما رو در موردش داشته باشم که متاسفانه پرینت شدهش نداشتم، از اینترنت سرچ کردم و آوردم که میخوایم به شما به نمایش بگذارم. بیرق سیرنگ، بیرق افغانستان است، بیرق ملی ماست، ما دوستش داریم. بیرقی است که زیباست و یک روز میخوایم که اینمی تو یک بیرق در افغانستان به مو عزتمندی مملکت چیزی که لازم است او برش داده شوه. درست. انشاءالله که بیشتر. بله، بیرق دیگه هر کس یک دوران داره، پیش ما عزیز است. بسیار تشکر جناب ننگ صاحب و برنامه خوبی داشتیم با شما. جهان سپاس با وجود تمام مصروفیت هایی که داشتید، وقت گذاشتید، آمدید مهمان ما شدید و سپاسگزاری میکنیم واقعا از شما. انشاءالله که بازم برنامه خاط داشتیم و میخوایم آخرین پیام شما را در برنامه داشته باشم برای بیننده های ما. همچنان ایدر اگر یک بار دیگه برشان تبریک بگویم. امروز خود زیاد بحث سیاسی کردیم، بحث گذشته ها را کردیم، گذشته هایی که به اصطلاح شکست خورده و شکست خورده ها قهرمان نداره. از او خاطر این بحث که ما هم به اصطلاح توتله توتله بعضی چیزایش را گفتیم، طبعا برای کمتر مردم شاید جذاب هم باشه، من نمیفهم، ولی روزای عید است. ما میخوایم که امو چیزی که سنت افغانستان است و چیزی که سنت دین است که در روز عید شما کدورت یک طرفه بگذارین، بدی و خفگان اگر بین خود داشتین، یک به اصطلاح قطع رابطه داشتین، قطع سله رحم بوده، اون امور را تحکیم کنین. زندگی بسیار کوتاه است و برای دولت هم میگم که عیدتان مبارک باشه بزرگای امارت. بلیاز خدا به خاطر اون امور دینی با عظمتی که خداوند متعال برای رحمت دو عالم نازل کرده، اون امور را کما حقه او استعمال کنین. چیزی که حقوق افراد است باید برش داده شود. افغانستان برای یک بدبختی های طویلی که دیده به یک خوشبختی نیاز داره، به اتفاق و اتحاد نیاز داره.
در این اتفاق و اتحاد کمک شوه، کار شوه و اینمی به اصطلاح دروازه های اختلاف بسته شوه و هر کس به وطن برگرده. ما بیش از 90 میلیارد دلار افغانستان بیرون از افغانستان است. او باید بیاید که در افغانستان غربت گم شوه، بیچارگی گم شوه، کار شوه و ما افغانا به دست خود وطن بسازیم. غیر ما کسی دیگه وطن ساخته نمیتونه. بسیار تشکر جناب ننگ صاحب. بازم عیدتان مبارک دوستان عزیز. سپاسمند از اینکه وقت دادین در این روز و شب خوب آمدین برنامه را نگاه کردین و با ما بودین. عیدتان مبارک، وقتتان بخیر، خدا نگهدار.